گلاسیا سلام، امروز فیلم وحشتناک براتون آوردم به اسم کونیلانا که محصول کشور اندونزی است و جایگاه خوبی توی سینمای وحشت جهان پیدا کرده. یادتون نره توی کانال سابسکرایب کنید چون برای شما هزینه‌ای نداره و وقتتون رو نمیگیره، ولی توی آینده کانال من تاثیر زیادی میذاره. طبق معمولم این ویدیو فیلمو کامل اسپویل میکنه، پس حواستون باشه و آخرش بهم فوش ندید. فیلم با نمایش پسری به اسم انجس شروع میشه که داره توی خونه بازی میکنه. بعد که داره با عکس خانوادگیشو نگاه میکنه، صداهای عجیبی از اتاق کناری میشنوه. انجس به طبقه پایین میره و پدرشو در حال مشروب خوردن میبینیم. متوجه میشیم انجس تازگی مادرشو از دست داده و خودش رو مقصر این اتفاق میدونه. پدرش سعی میکنه بهش بفهمونه چیزی تقصیر تو نیست و آرومش میکنه. مدت ها پیش یه روز انجس مادرش گیر میده که براش اسب بازی بگیره و مادر هم توی راه تصادف میکنه و جونش رو از دست میده. انجس به اتاقش میره، با نگاه کردن به عکس مادر شروع به گریه میکنه و سعی میکنه نقاشی اون رو روی کاغذ جلوش بکشه. در حین نقاشی کشیدن و عصبانیت این بچه، اتاق شروع به تغییرات عجیبی میکنه. چراغ خاموش روشن میشن و حتی صدای مادرش توی اتاق میپیچه. وقتی بچه صدای مادرش رو میشنوه، کنجکاو میشه و به اتاق بغلی و به سمت صدا میره. توی اتاق بغلی آینه قدی وجود داره که ناگهان قسمت بالایش حرکت میکنه و انجس مادرش رو میبینه که روی صندلی نشسته. سپس بغل مادرش میره و شروع به گریه میکنه. مادر میپرسه دوست داری بیای پیش من؟ بچه هم بدون هیچ مکسی قبول میکنه و تو کمتر از چند ثانیه یه جادوگر وحشتناک جای مادر رو میگیره و بچه رو به داخل آینه، یعنی دنیای خودش میکشه. پدر انجس با شنیدن صدای جیغ بچه‌اش سریع به طبقه بالا میره و وقتی میرسه میبینه که مقدار خیلی زیادی خون روی زمین و جلوی آینه ریخته. پدر شروع به گریه کردن برای بچه‌اش میکنه و یه تیکه از لباسش هم جلوی آینه میبینه. سکانس بعد یتیمخونه رو میبینیم که توسط زنی به اسم دانا مدیریت میشه. 5 بچه توی این یتیمخونه نگهداری میشن. دیندا، آمبار، کرزنا، میکو و پنجی اسم این بچه‌هاست. میبینیم که دانا جلوی آینه نشسته و دوستش لیدیا هم کنارشه. با دیدن آینه ترک خورده یتیمخونه، لیدیا میگه که من به دوست پسرم گفتم حتما یه آینه جدید برات بیاره و دانا هم خیلی خوشحال میشه. تو سکانس بعد بچه‌ها رو میبینیم که در حال بازی کردنن، در حالی که میکو توی اتاقش نشسته و کتاب ترسناکی راجب جادوگری به اسم کونیلاناک میخونه. کونیلانا که از دنیای ماوراءطبیعه میاد و بچه‌هایی که دوست ندارن تو دنیای امروزی باشن رو با خودش میبره. سکانس عوض میشه و مردی به اسم گلن رو میبینیم که دوست پسر همون لیدیایی هست که قبلتر توی یتیمخونه بود. گلن یه خبرنگاره و به جاهای مخروبه و ترسناک میره تا برای مردم گزارش تصویری تهیه کنه. این بار به خونه ای رفته که اول فیلم دیدیم، همون جایی که پدر و پسر زندگی میکردن. در حین فیلم برداری میبینیم انجس، همون پسری که اول فیلم تسخیر شده، داره توی پس زمین قدم میزنه و صداهای عجیبی هم از خونه به گوش میرسه و یه گربه هم داره توی خونه ول میچرخه. وقتی تیم فیلم برداری از خونه میرن بیرون، لیدیا به دوست پسرش زنگ میزنه و میگه یادت نره برای یتیمخونه آینه بیاری. گلن هم بیرون خونه یه آینه کاملا سالم پیدا میکنه که ما میدونیم همون آینه تسخیر شده است. پسر اسکول هم همونو برمیداره تا نخواد الکی خرج چیزی بکنه و با خودش میبره. توی یتیمخونه دانا برای بچه‌ها تعریف میکنه که باید یه سفر بره تا خانواده خودش رو ببینه و توی این مدت لیدیا میاد تا ازشون مراقبت کنه. گلن هم با آینه میرسه به یتیمخونه و اونو توی انباری میذاره تا بعدن به داخل خونه ببره. دانا با بچه‌ها خدافظی میکنه تا به سفر بره، ولی قبل از رفتن دختر کوچیک یتیمخونه یعنی انبار ازش درخواست میکنه که توی این مدت رو تخت دانا بخوابه و اونم قبول میکنه. شب میرسه، توی انباری یه دفعه پارچه‌ای که روی آینه رو پوشینده روی زمین میفته. دیندا که توی آشپزخونه داره ظرف میشوره، صدای یه نفر رو میشنوه که اسمش رو به زبون میاره. دم پنجره میره و زنی رو بیرون خونه میبینه، ولی وقتی از خونه خارج میشه تا به کنار زن بره، اون ناپدید میشه. وقتی میچرخه ما همون زن رو دوباره پشتش میبینیم. صدایی که اسم دیندا رو صدا میکرد دوباره شنیده میشه و این بار از انبار خونه به گوش میرسه. دختر فضولم میره اونجا، با دیدن آینه بهش دست میکشه و ناگهان اهرم بالای آینه حرکت میکنه و صندلی کنارش هم شروع به تکون خوردن میکنه. دیندا بالاخره میترسه و به خونه در میره. سکانس بعد دختر کوچولو یعنی انبار رو میبینیم که دلش برای دانا تنگ شده و به اتاقش میره. دیندا سعی میرسه و به انبار میگه که نباید تو اتاق دانا سرک بکشه چون کار زشتیه. انبار هم بهش میگه که دانا به همین اجازه رو داده و اونم قبول میکنه تا گل سری که همیشه دانا بهش میداد روی سرش بذاره. دیندا دوباره صدای کسی رو میشنوه که اسمش زلا میکنه و وقتی میخواد گل سر رو کله انبار بذاره، میفهمه خود به خود این کار انجام شده. نصف شب دیندا بازم صدای زنی رو میشنوه که اسمش صدا میکنه. وقتی از جاش بلند میشه، دختر بچه‌ای رو میبینه که روی صندلی نشسته و وقتی دختر نگاهش میکنه، متوجه میشه دقیقاً شبیه خودشه و فقط چشمای کاملا سفیدی داره. یه دفعه دیندا جیغ میزنه و میفهمه همه اینا فقط یه خواب بوده. اما باز صدای اون زن رو میشنوه و از اتاق میره بیرون. جلوی تلویزیون زن عجیب و ناشناسی رو میبینه که داره میرقصه. زن یه دفعه برمیگره و میبینیم همون کونیلانا که
و به سمت دیندا میاد تا بغلش کنه، ولی دوباره دیندا جیغ میزنه و میفهمیم دوباره همه چیز خواب بوده. تو اتاق دیگه پسر یتیم خونه یعنی پنجی گرفته بیدار میشه و صدای کشیده شدن چیزی به در اتاق میشنوه. روز بعد همه بچه‌ها جلوی انباری جمع شدن و لیا داره ازشون میپرسه که چه کسی روی در انباری اینطوری خط انداخته. واضحه که یه نفر با یه وسیله روی در خط کشیده و این کار رو انجام داده. سکانس بعد بچه‌ها رو میبینیم که دور هم جمع شدن و پسر کوچیک یعنی میکو داره براشون از کنیلانک تعریف میکنه. اون میگه که این جادوگر بچه‌ها رو تسخیر میکنه و روحشون رو برای خودش استفاده میکنه. بعدم میگه که کنیلانک بچه‌ها رو به دنیای خودش میبره یا تو جاهای عجیب و غریب ولشون میکنه. شب لیدیا جلوی تلویزیون میشینه تا گزارش دوست پسرش گلن رو از خونه قدیمی ببینه و وقتی میکو متوجه میشه همه بچه‌ها رو صدا میکنه تا برای دیدنش پیش لیدیا بیان. وقتی گلن داستان این خونه رو تعریف میکنه، میکو سری به همه میگه که قطعاً کار همون جادوگر یعنی کنیلانک و بچه رو دزدیده. همینطور از لیدیا میپرسه آدرس این خونه کجاست که اونم جواب میده نزدیک ما و اگه از جنگل بگذریم بهش میرسیم. نصف شب میکو صدای باز شدن دری رو میشنوه. بلند میشه تا درو ببنده، ولی همون لحظه کنیلانک اون سمت در ظاهر میشه و جلوشو میگیره. میکو وحشت میکنه و همه رو جای صدا میکنه ولی کسی جوابشو نمیده. بالاخره موفق میشه درو روی جادوگر ببنده، ولی همون لحظه اون پشتش ظاهر میشه. با شنیدن صدای جیغ میکو همه بیدار میشن و به سمت اتاقش میدوئن. میکو وحشت کرده و بعد از کمی آروم شدن میگه کنیلانک به خونه ما اومده، ولی لیدیا حرفشو باور نمیکنه و کتاب ترسناکشو ازش میگیره. روز بعد گلن و لیدیا آینه قدیمی رو به خونه میارن تا به دیوار اتاق دانا میزننش تا وقتی برگشت سورپرایزش کنن. وقتی لیدیا راجع به کنیلانک از گلن سوال میکنه، اون میگه فیلمی که تازگی ضبط کردیم خیلی وایرال شده و رئیس هم یه مسابقه ساخته که وجود این جادوگر رو به همه ثابت کنه. بچه‌ها هم آگهی این مسابقه رو پیدا میکنن، تصمیم میگیرن به خونه انجس برن تا با انجام این کار جایزه خیلی زیادشو بتونن بگیرن. وقتی لیدیا از خونه میره بیرون، بچه‌ها هم لوازمشون رو برمی‌دارن و راه میافتن. با رسیدن به خونه مخروبه سعی میکنن درشو باز کنن ولی میفهمن که قفله، اما قبل از اینکه از اونجا دور بشن در به خودی خود باز میشه. بچه‌ها شروع به فیلمبرداری میکنن و همه گوشه‌های خونه رو میگردن، بلکه مدرکی برای وجود کنیلانک اونجا باشه. توی این جستجو یکی از بچه‌ها کتاب قدیمی پیدا میکنه که یه برگه داخلشه و روش احضار کنیلانک توش توضیح داده شده. توی برگه نوشته شده تنها کسی میتونه این جادوگر رو احضار کنه که قدرت ماوراءطبیعی به اسم ونگزیت داشته باشه. دیندا یه دفعه کلی تصویر عجیب راجع به این جادوگر تو سرش شکل میگیره و تصمیم میگیره کتابو با خودش به خونه ببره. بعد به گشتن ادامه میده و ناگهان انجسو میبینه که زنده است و داره قدم میزنه. اون با وحشت دنبالش میره تا به اتاقی میرسه که پر از مجسمه های مختلف از بچه هاست. انجس دوباره ظاهر میشه و از دیندا درخواست کمک میکنه. یه دفعه چشماش سفید میشه و نقاشی رو به دیندا نشون میده که شبیه به یه میخه. بعد به دیندا نزدیک میشه و مجسمه ها همون رو دوره میکنن تا لحظه ای که جیغ میزنه و میفهمیم همه چیز توهم بوده. توی اتاق دیگه پنجی ماشین کنترلی میبینه و دنبالش راه میفته. وقتی به یه اتاق دیگه میرسن، اونم انجسو میبینه که بهش ماشین رو میده و سپس چشماش سفید میشه و نقاشی از دو تا درخت بهش نشون میده. وقتی بچهای دیگه سعی میکنن پنجی رو بترسونن، انجس ناپدید میشه و همه میرن بیرون. موقع برگشت پنجی میره یه گوشه رو دستشویی کنه و همون لحظه پدر انجس سر میرسه و ازش میپرسه چرا به خونه قدیمی اون اومدن. بچه هم با استرس توضیح میده که داخل اونجا انجس رو دیده و خودش ماشین کنترلی رو به پنجی داده. پدر لبخند میزنه و خوشحال میشه چون فکر میکنه پسر زنده است و پنجی از فرصت استفاده میکنه تا در بره. دوباره نصف شب میشه و دیندا توی اینترنت دنبال اطلاعات مربوط به کنیلانک میگرده و کتابی که پیدا کرده رو میخونه. پسر بزرگ خونه یعنی کرزنا هم حس میکنه یه نفر داره صداش میکنه و از اتاقش به بیرون میاد. وقتی از اتاقش دور میشه، یه دفعه کنیلانک عصبانی رو میبینه که بهش حمله میکنه. کرزنا روی زمین میفته و وقتی چشماشو باز میکنه میبینه جادوگر از اونجا رفته. به اتاق دانا میریم که دختر کوچولو یعنی انبار روی تختش خوابیده. یه دفعه آینه قدیمی شروع به تغییر میکنه و کنیلانک ازش خارج میشه تا به سمت انبار بیاد. وقتی دختر چشماشو باز میکنه، جادوگر رو میبینه که ظاهرش رو شبیه به مدیر یتیمخونه یعنی دانا کرده و جلویش نشسته. جادوگر دختر رو بغل میکنه و میپرسه دوست داره همراهش بیاد یا نه، که دخترم قبول میکنه. یه دفعه جادوگر شبیه خودش میشه و دختر بچه رو همراهش میبره. از صدای جیغ انبار دیندا بیدار میشه و به اتاق میاد، ولی تنها چیزی که از دختر پیدا میکنه یه تیکه لباسشه. یه دفعه توی آینه انبار رو میبینه که ترسیده و درخواست کمک میکنه، ولی کاری از دست دیندا بر نمیاد. کرزنا هم خودش به اونجا میرسه و میگه کنیلانک رو بیرون خونه دیده. بچه‌ها سری سمت میکو میدونن تا بیدارش کنن تا ازش راجع به کنیلانک سوال کنن. اونم دوباره توضیح میده که این جادوگر بچه‌ها رو میدوزه تا به دنیای خودش ببره. برای این کار ازشون یه
سوال میکنه و اگه بهش جواب بدن اونا رو با خودش میبره. بعد هم میگه که تنها روش کشتنش اینه که یه نفر که قدرت ونگزیت رو داره یه میخ به سر این جادوگر فرو کنه. بچه‌ها صدای پنجره رو میشنون و سریع به سمتش میرن، جایی که پدر انجس پنجره رو نگه داشته و شروع به دعوا کردن بچه‌ها میکنه که یواشکی اومدن به خونه‌ش و آینه رو دزدیدن. همین لحظه پدر بچه خودش رو توی آینه میبینه که با گریه درخواست کمک میکنه. پدر روانی میشه و سعی میکنه با چیزی آینه رو بشکونه ولی هیچ چیز نمیشه و با برگردوندن ضربه پدر اونو بیهوش میکنه. یه دفعه چراغ اتاق خاموش میشه و بچه‌ها آینه رو به اتاق دیگه میبرن تا بتونن توش رو ببینن. از اونجایی که بچه‌ها نمیدونن کدومشون قدرت ونگزیتو داره، همه با هم شروع به صدا کردن کنیلاناک میکنن و بهش میگن و بیا مار با خودت ببر. جادوگر یه دفعه از آینه بیرون میاد، برقای اتاق بازم خاموش میشه و جادوگر این بار میکو رو تو بغل خودش میگیره. همین لحظه لیدیا بالاخره به خونه میاد و همین که پاشو توی خونه میذاره، کنیلاناک دستش روی سرش میذاره و اونو تسخیر میکنه. رفتار لیدیا مثل دیوونه ها میشه و به بچه ها حمله میکنه. یه دفعه بدنش کلا خم میشه و شروع به خندیدن با صدای وحشتناک میکنه تا لحظه‌ای که گلن سر میرسه و جلوی اونو میگیره تا به بچه ها آسیبی نزنه. بچه ها از فرصت استفاده میکنن تا آینه رو چک کنن و راهی برای تموم کردن این اتفاق پیدا کنن. متنی پایین آینه نوشته شده که پنجه اونو میخونه ولی اتفاقی نمیفته. اما وقتی دیندا اونو به زبون میاره، از بالای آینه میخه بزرگ جلوی پاهاش میفته. اینجا میفهمیم اون قدرت عجیبی که اسمت ونگزیت بود رو دیندا داره. بعد از اینکه متن رو چند بار دیگه هم بالا میخونه، کنیلاناک بدن لیدیا رو ول میکنه و با آینه برمیگرده. دیندا هم از فرصت استفاده میکنه تا میخو یه دفعه به سر جادوگر بزنه. اونم شروع به جیغ زدن و در نهایت ناپدید شدن میکنه. بعد از مدتی بچه‌ها به بیرون خونه میرن و انبار و میکو رو پیدا میکنن. پدر انجس هم به سمت نقاشی میره که قبلتر پنجه دیده بود و با رسیدن به اون تو درخت توی نقاشی جسد بچه بیژنش روی زمین پیدا میکنه. رفقا یادتون نره زیر پست کامنت بذارید، لایک کنید و توی کانال هم سابسکرایب انجام بدید. روزتون هم گلسی.